دادگاه صحرایی، پدیده تازه رایج در سالهای اخیر در کشور. از به دادگاه کشاندن رخشانه در غور تا به دادگاه کشاندن بانوی به نام فریده در وردوج بدخشان و یا هم نجیبه در سیاگرد پروان، این همه در سایه تحت قلمرو حکومت صورت نگرفته است. در جاهایی که بیشتر مخالفین مسلح حکومت فعالاً دادگاه های صحرایی راه اندازی می شود. دادگاه صحرایی چیست؟ چگونه اتفاق می افتد؟ آیا توجیه شرعی، حقوقی و اخلاقی دارد؟ سلام، سید محمدی یزدان‌پرست هستم در برنامه امروزی تحلیل. میمانانم در بس قاضی سید محمد سامه، مسئول دفتر صحاوی شمال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، بانو صدف عبیدی وکیل مدافع و فعال مدنی، و مولوی رحمت الله بزرگ از علمای جهاد ولایت بلخ. میمانان گرامی، به بس خوش آمدید. در نخست با جناب مولوی صاحب میخوایم آغاز کنیم که دادگاه صحرایی چیست؟ آیا از دیدگاه دین مقدس اسلام مجاز است؟ تشکر. با تقدیم سلام به شما جناب رئیس حقوق بشر و خواهر عزیز ما و تمام بینندگان معزز، دادگاه صحرایی خو دادگاهی را گفته میشه که در صحرا و در کوه ها و در یک جا در دیگر جا بدین داشتن کدام قاضی و محکمه و مثلا این مسائل برگزار میشه. این تعریف دادگاه صحرایی است. اما آنچه که شریعت دادگاه را مقرر میکنه که مثلا یک نفر به هر جرمی که در غیر مشروع مرتکب میشه، هر فعلی که باشه، باید او شواهد داشته باشه، اسناد داشته باشه، مدارک داشته باشه و اون اسناد و مدارک از او قانوناً باید طی مراحل شوه. و مثلا در فعلی زنا اگه بگیریم که مثل که شما اشارات داشتین، نام بردین، 4 شاهد بکار است. در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم به همین مسئله رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که 4 شاهد به مسئله زنا باید موجود باشه و اونا شهادت خود را بده و 4 شاهد هم شاهدی عادل باشه، تو هر کس هم نبوده باشه. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنه برمیخیزد از جای خود، میگه ما پشت 4 شاهد بگردیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جواب میگه که ببینید که سعد چقدر غیرتی است، اما ما سعد که غیرتی استم، الله متعال از ما که غیرتی است. وقتی که الله متعال مثلا از 4 شاهد سخن میگه، از اسناد و مدارک و از این مسائل، باید ما شما یعنی حکم الله متعال رو بجا بکنیم. زمانی که اسناد و مدارک طی مراحل میشه و شواهد موجود میباشه، یک مثلا به ثبوت میرسه، خب تبعیض که شریعت باید حکمش تطبیق شود. غیر از او به حساب گمان و حدس و فکر و مثلا شیطانت یک کس و یا مثلا روی بغض و کینه های شخصی یا عقده های شخصی، یا قطعا دادگاه صحرایی یا دادگاه خانگی یا دادگاه کویی یا دادگاه عقده ای و شخصی. پس آن چی که راه اندازی میشه که بدون طی مراحل قضایی شو به دادگاه کشاندن یک فرد به قتل میرسه یا مورد لتکوب قرار میگیرد، ای در تضاد با دساتید دین مقدس اسلام و شریعت غره محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. درست است؟ هر دادگاهی که مفقود مثلا شواهد و ثبوت و از اسناد مدارک بوده باشد، یعنی نداشته باشد شواهد کافی و اسناد مدارک کافی، بالکل تضاد با دین است. حالا مولوی صاحب، موارد را که من یاد کردم در ابتدای بحث، اینا بیشتر در سایه تحت کنترل طالبا صورت گرفته، گروهی که شعار تطبیق شریعت و دفاع از دین سر میتن، پس شما این عمل کردشان هم مغایر دساتید دین میدانین؟ من نمیخوایم که از کسی نام ببرم، چون من از آدرس شریعت صحبت میکنم و اونا هم ظاهرا خود را حاکمین شریعت میدانند، اما من مسئله شریعت را پیشکش کردم که شریعت میگه که شواهد اسناد کافی موجود باشه و این شواهد و اسناد به طور عمده باید بررسی شوه و همه جانبه باید طی مراحل شوه. سپاس. این مسئله عمده است. قاضی صاحب، از لحاظ حقوقی ما مظنون داریم، متهم داریم و مجرم داریم، اما یک تعداد فورا گرفتار میشن و در جای یا مورد چند ضرب شلاق قرار میگیرن و یا هم کشته میشن. این موارد پیشتر مولوی صاحب به بحث شرعیش اشاره کرد. از لحاظ قوانین نافذه و تعهدات بین المللی حقوقی افغانستان، چه جایگاهی دارد در قوانین؟ پیش بینی شده آیا؟ ما در قانون اساسی افغانستان و در کد جزا، در قوانین جزایی ما برای هر جزا و برای هر جرم تعریف معین داره و برای هر جرم جزای معین داره. در هیچ جایی از قوانین گفته نشده که به اساس حدس و گمان
یک آدم مورد محاکمه قرار بگیره و یا خارج از چوکات قانون یک کسی میتونه کسی را مورد محاکمه قرار بده. هر عملی که صورت میگیره باید در چوکات قانون صورت بگیره، به این معنا که اگر کسی مرتکب جرم میشه باید پلیس او را دستگیر بکنه، سارنوال تحقیق بکنه و در پالویش بره به محکمه و محکمه که در ماده 134 قانون از چیمی نکته سرعت داره بالایش حکم صادر بکنه و در پالویش برای متهم هم حقوقی داده شده که او باید وکیل مدافع داشته باشه، از خود دفاع بکنه و بتونه توانایی دفاع را داشته باشه یا خودش یا وکیل مدافعش در پیشگاه محکمه دفاع بکنه. در محاکمه صحرایی چنین مراحلی وجود نداره، نه سه مرحله تحقیق وجود داره، نه محکمه سه مرحله ای است، نه پلیس است، نه سارنوال است، نه وکیل مدافع است، فقط به اساس همو برداشته ای که خود اونا دارن جمع میشن و متاسفانه شیوه های محاکمه را که برا میندازن خیلی یک شیوه محاکمه دقیق و عادلانه نیست و هیچ گونه معیار محاکمه عادلانه را نداره و کسایی هم که امر را تطبیق میکنن معلوم نیست که خود از اینا چی جایگاهی را در از نگاه شرعی و از نگاه قانونی داره، که متاسفانه در افغانستان قضایایی از این گونه زیاد اتفاق افتاد و در ولایات شمال هم ما در سال 96 4 مورد قضایای محاکمات صحرایی را داشتیم و در سال 97 هم 2 مورد قضیه را در ولسوالی درزاب داشتیم و خوشبختانه در سال 98 حداقل تا امروز ما کدام مورد محاکمه صحرایی را ثبت ندارد. حالا در قریه کتقشلاق ولسوالی خواهی سبزپوش ولایت فاریاب زمانی که یک بانو تیرباران میشه از سوی مخالفین مسلح یا در نقاط دیگه بیشتر گفته میشه طالبان و سایر گروپ های مخالف مسلح در چین قضایای نقش داشته، ارزیابی شما چی را نشان داده؟ در سال 96-97 6 مورد دادگاه صحرایی را که در سایه مسئولیت کمیسیون ثبت کردیم، محاکمات صحرایی را که ما ثبت کردیم در مجموعش در ساحات صورت گرفته که در اوج مخالفین دولت افغانستان حاکم بوده و هیچ کدام قضایا در ساحه مسئولیت و محدوده حاکمیت قانونی دولتی صورت نگرفته. پس میتونیم بگویم که محاکمه صحرایی یا شلاق بدیل قانون قلمداد میشه و در جایی که سیطره حکومت وجود نداره مردم چنین وضعیت را تحمل میکنن؟ یقینا در جایی که قانون وجود داره و اجراءات قانونی وجود داره، اجراءات قانونی هم ما برای شما گفتم که از پلیس شروع تا محکمه را این مراحل باید طی بکنن و کسی که مظنون است او در نظارت خانه تحت نظارت گرفته میشه تا زمانی که اتهام نامه برش جور میشه، تا زمانی که او متهم شناخته میشه و بعد از اون مجرم شناخته میشه توسط محکمه و او در جای معینی که به نام زندان و نظارت خانه و توقف خانه در اوج نگهداری میشه و مسئولیت آب و نان و غذایش هم خود دولت داره. در محاکمات صحرایی هیچ کدام این مراحل نیست و طبیعتا در جای صورت میگیره که در اوج قانون حاکم نیست. سپاس. بانو بایدی، شما من حیث یک فرد که وکیل مدافع استین و جهت دادخواهی از افرادی که بازداشت میشن و طی مراحل دوسیه‌هایشان در مراجع عدلی و قضایی فعالیت میکنین، آیا موارد را سراغ دارین آنچه که خودی سه پیشتر اشاره کردن بیشتر محاکمه صحرایی در ساعات و صورت میگیره که اونجا قلمرو حکومت افغانستان نیست، افراد مسلح غیر مسئول نفوذ دارن یا مخالفین مسلح مانند طالبان و حقانی و القاعده و داعش و غیره، آیا در سایه تحت قلمرو حکومت زیر پرچم سیرنگ جمهوری اسلامی افغانستان چین موارد شما شاهد بودین؟ بار سلام و وقت بخیر خدمت هم بینندگان تلویزیون و همچنان با اجازه یزن پرست صاحب رئیس صاحب محترم و همچنان مولوی صاحب بزرگوار. جناب یزن پرست صاحب بزرگوار، قسمی که شما اشاره کردین در رابطه با مسئله خود محاکم صحرایی، قاضی صاحب و مولوی صاحب تعریف های بسیار جامع را در رابطه انجام دادن. قسمی که قاضی صاحب و مولوی صاحب گفتن که بیشتر از این قضایا که محاکمه صحرایی صورت میگیره اینا بیشتر در جای صورت میگیره که امی از امی هیته صلاحیت دولت خارج میمونه. اما بدبختانه ما چندین ویدیویی را که مشاهده کردیم از طریق رسانه و فلسفات اجتماعی که امو آمار را که دیدیم چند دقیقه پیش هم که من اکثر شده داشتم دیدم که یک خانم که در تخار تا نامش در عزوز ذکر نشده بود، در تخار در ولایت تخار خانم در جایی که تحت سیطره اونمو قلمرو و دولت بوده و مورد خشونت و همچنان محکمه صحرایی قرار می گرفت، که خود گوینده ازی است که ما نه تنها صرف در مناطق است که دولت حکومتش در اونجا نیست و محکمه صحرایی قرار می گیره، بلکه این ویدوها و همچنان هاماره که
ما در صفحات اجتماعی میبینیم و در رسانه ها نشر میشه، خودش بازگوکنده ای از این است که در محلات هم این محکمه سرایی خوشبختانه مشخصاً الان بانو بایدی دادگاه سرایی دقیقاً به باور شما بله. من حیث یک بانو که بیشتر قربانیان دادگاه سرایی بانوان هستند، چی تعریف دارد؟ چگونه میتونید مکنون به مخاطبتان که از طریق تلویزیون پیکان شما را میبینه و از طریق شبکه رادیو شما را میشنوه در شهر مزار شریف 14 ولسوالی، چگونه میتونید معرفی بکنین چی نوع یک روش است؟ روش است که غیر انسانی، عقلانی و همچنان خلاف قانون و شریعت اسلام میباشه. این باعث میشه که همو حاکمیت قانون و همچنان حاکمیت و خود هینمی داشتن قوانین نافذه کشور ما، ماشاءالله از نگاه قوانین بسیار غنی داریم در کشور خود، را یک نوع ضعف حکومتی بگوییم که این مشکل است که باید حکومتی در نظر داشته باشه و کسایی که این محاکم سرایی را از استفاده از دین، از استفاده از شریعتی را برگزار میکنه و غیر عادلانه و غیر مجاز میباشن، این را باید افراد از این مورد پایگرد قانونی قرار بده. سپاس. جناب مولایی صاحب، همانطور گفته شد در ساعاتی که قلمرو حکومت نیست بیشتر پدیده های محکمه صحرایی را اندازی میشه که نمونه را که قایی صاحب سامی هم اشاره کرد در اونجا بود و با نوبایدی هم ویدیوی را که در ولایت تخار گفت، حالا یک مورد هم تحت قلمرو حکومت صورت گرفته. بحث را که شریعت شما پیشتر گفتین که واضح ساخته که دادگاه صحرایی مردود است، پس منی که مسلمان هستم 40 سال جنگ کردیم در این کشور تحت عنوان تطبیق شریعت و جهاد و چی و چی، چگونه است؟ آیا ما از ارزش های اسلامی خبر ندارم؟ من که میام شعار امارت اسلامی را میتونم، من که دعوای جهاد دارم، دعوای مقابله با اشغالگرا را دارم، آیا ما از اساتید دینیم بی خبر هستم که میرم یک فرد را بی گناه فقط به اساس گمانی که ما کردیم به قتل میرسانم؟ خب همون شکلی که دوستا گفتن و شما هم اشاره دارین، دادگاه صحرایی متاسفانه اکثرا عقده هاست، عقده های خانواده هاست، عقده های اشخاص است، عقده های یک فرد است. حالا شما چند روز پیش دیدین در ساحه دولت حتی یک بانو در خانه خودش است توسط سرپدر بگویم یا خشوع بگویم. حالا بحث خشونت های خانوادگی مولایی سه بحث جداست که در محوطه یک خانه صورت میگیرنه، اما شما زمانی که ویدیوهای همگانی شد در صفحات اجتماعی که یک نفر آمده و گویا با یک عبا و قبایی که خود نشان بده که من گویا ملا هستم میای در یک دشت به قول خودش حدود شرعی را جاری میکنه و پیشتر شما گفتین که دیدگاه شریعت توجیه پذیر نیست، آیا او از بی خبر از اساطیر دین است؟ این مسئله را میخواستم که عرض بکنم. این حال اونو را میتونیم که بگیم که مثلا پیشتر مسئله که عرض کردم یک دادگاه خانواده هست، یک دادگاه خانوادگی است، خشونت است، اونم یک دادگاه هست، اما دادگاه خانوادگی میتونه برای نام ببریم و اما عموم نمیبینه در داخل یک اتاق اتفاق میفته و بالاخره به اون فامیلش محدود میشه، اما این موارد دیگه در یک نقطه که در منظر عام صورت میگیره جزا میته بنا به یک حدس و گمان، بنا به یک فکر، بنا به یک عقده شخصی قسما اون را جزا میده و دادگاه صحرایی هم بیش از جزا کنم چیز دیگری نیست. اما ما در مسئله پیشتر بازم تاکید میکنم چیزی که شریعت میگه فقط یعنی نیست که شواهد، مدارک، اسناد، اعتراف خود شخص بدون جبر و اکراه، اعتراف خود شخص بدون جبر و اکراه و یا مثلا شواهد و اسناد مدارک به طور کافی. مسئله دیگر هم از حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بسیار مشهور است عرض میکنم که من از این رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی آمد گفت یا رسول الله این زنی تو، یا رسول الله زنا کردیم، رو بروی رسول الله صلی الله علیه و سلم استاد میشه، رسول الله صلی الله علیه و سلم روی خود از او میگردانه، باز بروی رسول الله صلی الله علیه و سلم تو میخوره، باز بروی رسول الله صلی الله علیه و سلم تو میخوره، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت حرف از او را یعنی نادیده میگیره. خب علت در اینجا بود که برو این منکر شه، برو این مساله را بپوشانه، رای خود بگیره برو. غرض رسول الله صلی الله علیه و سلم در اینجا بود. بالاخره از او میگه تو شاید فکر خود از دست داده باشی، دمای خود شاید از دست داده باشی، شاید اعصاب خود از دست داده باشی، شاید این فیر تو انجام نداده باشی. او بالاخره اعتراف میکنه که دماغ من به جای است، فکر من به جای است، همه وجود من به جای است، لیکن بزن او کنه فعل شریعت سر من تطبیق بده. باز رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه خوب تو چور بزن که شاید خواب دیده باشی. میگه نه خواب ندیدیم. تو ببینید منظور رسول اکرم است که او متیقن شه، اما در شرایط فعلی که اسای خدا امت رسول الله خطاب میکنن با شعار تطبیق شریعت دادگاه سرای را اندازی میکنن. یعنی غرض رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جیست که او بنه خود را تبریه بیته بپوشانه ستر بکنه، چون که یک نام الله متعال ستار است، ستار العیوب،
به این لحاظ رسول صلی الله علیه و سلم تلاش میکنه که به نحو بعید بپوشانه، خو اما او خود یعنا به هر گناهی که میکنه اعتراف میکنه. بالاخره رسول صلی الله علیه و سلم و را میفرسته، خودش هم اشتراک نمیکنه که بعد این سنگسار شوه، در زیر سنگسار او گریز میکنه. او گریز میکنه، خب یکی از صحابا دار میخوره با یک کله شتور یا با یک پای شتور که از سابق اونجا چیز شده بود و را میزنه به فرقش، بالاخره او میغلطه. رسول الله صلی الله علیه و سلم از این قصه که خبر میشن سخت یعنی چیز میشه که چرا او را نمانید گریز میکرد. وقتی که گریز کرد میمانید که گریز میکرد، میرفت دیگه. یعنی چرا او را با گریز شما یعنی از گریز منع کردیم، میمانید گریز میکرد. یعنی در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم این مسائل نهایتا تحقق میشد، تحقق میشد. ما همینطور میگیم کسایی که از شریعت لاف میزنه، داد از شریعت میزنه یا تطبیق شریعت میزنه، شریعت او را میگه که هو به هو گفتار قرآن، گفتار رسول الله صلی الله علیه و سلم، آنچه که در شریعت نبوی صلی الله علیه و سلم آمده، خصوصا ما در افغانستان مثلا فقه حنفی است، فقه جعفری است، خب فقه حنفی اکثریت است، مطابق فقه حنفی که مثلا در قانون اساسی مذهب یاد نام برده شده، او را به یک متیقن کلی و همه جانبه شکلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رساند باید برسانه. اما به حساب حدس، گمان، به اعتراف جبر، اعتراف اکراه، اعتراف کوره، بالاخره به توسط آب و جوش و بیگرانمان او را به اعتراف بیاره یا یک چند شاهدای ساختگی بیاره، نه حتی چهار شاهدی که در از اون گفته میشه، چهار شاهدی باشه گفتن که عادل باشه و از خدا بترسه، ایمان خود را محفوظ بکنه، روز آخرت به مد نظر بگیره، زندگی یک انسان، آبروی، عزت و عفت یک انسان بالاخره مد نظر بگیره، بعد از شاهدی خود را بده. شاهدی هر کس قبول هم نیست، شاهدی که چهار شاهد هم عادل باشه. این شاهدم شرایط خاص خود داره. سپاس. بله، شرایط خاص خود را داره. دقیقاً. بیننده‌های ورجاوند تلویزیون پیکان، شنوندگان ارجمند شبکه رادیو نهاد، پس یک میان برنامه در برنامه تحلیل ما را دنبال کنین. خوش آمدین به ادامه برنامه تحلیل و موضوع امروزی ما راه اندازی دادگاه‌های صحرایی است. قاضی صاحب، می‌خوایم از شما بپرسیم که پیشتر مولای صاحب گفتن که شهود شرایط خاص خود داره. از دیدگاه موازین حقوق بشری، زمانی که یک فرد شهادت میده باید دارای چی ویژگی‌های باشد؟ پیشتر مولوی صاحب بحث عقده را مطرح کردن. آیا عقده میتونه با باور شما فوق قانون قلمداد شه و جان یک نفر را بگیره؟ در مسائل قانونی ما در قسمت شاهد موارد مشخص داریم. مثلا شهادت یکی از اعضای خانواده به نفع عضو دیگه خانواده جواز نداره. یک مورد است که قانون قید کرده. اگر فرزند پدری برای فرزند شهادت میشته که مرتکب گناه نشده، این شهادت از نگاه قانونی قابل قبول نیست، به خاطر از اینکه دلش برای اولادش میسوزه یا برعکسش. در موضوع این که کی باید شهادت بده، اول باید سن قانونیش تکمیل باشه، کسی باشه که سنش به سن قانونی رسیده باشه. از نگاه شرعی و قانونی کسی باشه که یک آدم دروغگو نباشه، صادق باشه و نسبش مجهول نباشه، یک آدم معلوم الحال باشه، مردم بشناسه که کی از فرزندی کی از کجا زندگی میکنه. در پالویش باز ما در محکمه، در مراحل محاکماتی ما تسکیه سری و علنی داریم. هرگاه موارد حساس ناموسی باشه و یا قضایای دیگه باشه، باز محکمه حق داره که تسکیه سری و علنی بکنه. به این معنا که در تسکیه علنیش از یک تعداد مردم به صورت علنی پرسان میکنه و از خودی از این سوالات پرسان میکنه تا اینکه بفهمه که شاید یک شاهد واقعی است، و در تسکیه سریش به صورت مخفی از قریهش، از قریه‌دار، از اهالی قریه، از مردم پرسان میشه که این چه رقم یک آدم است. این مراحل باید داشته باشه تا شهادت یک آدم قبول شوه. و اگر شاهدا دارای اینمی اوصاف نبود، در حقیقت محکمه میتونه که شهادت از اونها را جرح بکنه و قبول نکنه و اونها را رد بکنه شهادتشان. در مسئله محاکمات صحرایی متاسفانه بحثش کاملا جداست دیگه. در اوج نه مسئله شاهد است و نه تسکیه سری است، نه تسکیه علنی است و نه هم تای مراحل. اما استدلال کسایی که دادگاه صحرایی را اندازی میکنن، بعد ویدیوی را که به اشتراک گذاشتن در صفحات اجتماعی اگر دیده باشین، می که فلانی 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 شهادت داده که فلانی مرتکب جرم زنا شده یا جاسوسی کرده به قول اونا به حکومت افغانستان و بقیه موارد.
همی وقتی که ما یک کسی را متهم میسازیم، چون آگفته گفتی دلیلش بیار. ما وقتی یک کسی را متهم میسازیم و برای از او شاهد را هم میکنیم، آیا شاهد ها واقعا شاهد های درست است؟ آیا محکمه واقعا محکمه عادلانه هست؟ آیا قاضی که در اوج حکم صادر میکنه شرایط و اوصاف یک قاضی را داره؟ این مراحل باید بررسی شود که در محاکمات صحرایی چنین چیزی نیست و بررسی هم نمیشه. موضوع دیگه ای که بسیار مهم است متاسفانه در کشور ما بیشتر عرف و عنعنات ناپسند در لایه های شریعت پیچانده شده. ما دختر ما را به بد میتیم، میگیم که شریعت همی حکم کرده. ما دختر ما را بدل میکنیم، نامش هم در مسئله شریعت میمانیم. ما یک طفل صغیر در مسئله قتل بدل میتیم و او را طفل به بد میتیم و میگیم که مسئله شرعی است، در حالی که از نگاه شریعت انسان بدل صلح قرار گرفته نمیتونه. در محاکمات صحرایی هم ما تحت عنوان ننگ و نام و غیرت و امثال از اینا، بدون از اینکه تحلیل بکنیم، بدون از اینکه بررسی شوه، بدون از اینکه قضایا مشیگافی شوه، فقط به محض اینکه اتهام وارد شد دیگه یک ننگ خانواده میشه، خانواده که میشه و اولین کسایی که حاضر میشه به محاکمه صحرایی یا اعضای خانواده هستن، بدون از اینکه در دفاع از باشه. البته در بعضی از مراحل شاید دفاع هم بکنن، ولی دفاعشون یک دفاع کارگر و موثر نخواهد بود. در محاکمات صحرایی همین مراحل را که من از نگاه قانونی گفتم، این مراحل تطبیق نمیشه و محاکمه صحرایی هم نامش سرش است. اگر در ساحه دولتی هم همونطوری که صدف جان اشاره کردن در یک گوشه اتفاق افتاده باشه، این به این معناست که در همون ساحه هم حاکمیت قانون به صورت درستش تطبیق نمیشه. سپاس بانو بایدی. با توجه به این که شما وکیل مدافع هستین، ما یک انجمن داریم به نام انجمن مستقل وکلای مدافع و صدها تن در این حوزه مشغول فعالیتن، فکر نمیکنین دادگاهی صحرایی راه اندازیش به معنای است که وکیل محترم مدافع خانه بشی، بعد از این من میگیرم نفره، خودم مطابق میل مجازات میکنم و دیگه به وکیل مدافع، به سارنوال و به سایر ارکان شکل دهنده یک نظام عدلی قضایی ضرورت نیست؟ دقیقا این موضوع شما درست است یزن پرسپ. زمانی که ما محکمه صحرایی چنین موضوع رو شمایت میکنین، خود از این بیانگر از این است که دیگه ما قوانینی که داریم و همچنان وکیل مدافع از قاضی، از سارنوال، از کسایی هستند دیگه نیاز به اینا نیست، چون و افراد را هم که محکمه صحرایی دایر میکنن افراد هستند که خودشان اصلا از این موارد آگاهی ندارن، از شریعت اسلام آگاهی ندارن، از قانون آگاهی ندارن، کسایی هستند که مطابق با اونم حرف و عادات ناپسند که دارن و همچنان بعض قوانین فرهنگی که خودشان در بین خود وضع کردن مطابق از اون میان اون را محکمه صحرایی انجام میدن. دیگر به نظر من دولت مشروع دولت می باشه که از خود قانون اساسی، کد جزا و یا قوانین جزایی داشته باشه. دقیقا حکومت افغانستان قانون اساسیش در برگیرنده 12 فصل 162 ماده است و کد جزا هم در برگیرنده 916 ماده است. دقیقا که تمام و همچنان ما تمام موارد که از مرحله که قضیه کشف میشه، ما مرحله کشف داریم، تحقیق داریم و همچنان مرحله داریم که در محاکم دوسیه ها راجع میشه و همچنان سید محکمه را تعیین میکنه. چه قسم قاضی صاحب گفتن این موارد است که باید این مراحل قانونی است که این باید شکل بگیره و تعیین شود تا بتونیم که یک محاکمه عادلانه را داشته باشیم. که متاسفانه چنین محاکمه صحرایی که است، این خود از این اگر در صورت گی ادامه داشته باشه، هرج مرج روز به روز زیادتر کردن زیادتر میشه و همچنان ضعف حکومتی رو نشان میده. در ضمن از این یک نوع عدالت غیر رسمی تشکیل شده میره، ترویج شده میره که خود از این بسیار یک پدیده شوم است. قلم داد میشه؟ بله بله. سپاس. مولای صاحب، در زمان بهترین عالم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفای راشدین، شیوه رسیدگی به قضایای حقوقی چگونه بود؟ در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین یا خیر القرونی که کتاب ها زیاد میکنه، به قضایای حقوقی یا به قضای جزایی همی بود که یک کسی که متهم به قضیه میشد او را نهایتا به تحقیق میکرد. در زمان حضرت ابوبکر صدیق کسی متهم میشه به زنا، او خودش میاد به پیش حضرت ابوبکر صدیق اعتراف میکنه، میگه نه برو 3 روز 4 روز اونجا بگشت، ممکن سر تو فشار آمده باشه، ممکن سر کسی تو رو فشار داده باشه، اونجا بگرد آزاد بگرد. در تعقیب از کسی را تعیین میکنه که هیچ کس باید رو فشار نده، که آیا این اعترافی که آدم میکنه اعتراف از طرف کسی سر از چیز شده یا خود یا در چیز خود اعتراف میکنه. خب قضیه دیگری از در زمان حضرت ابوبکر صدیق صاحب، مثلا
مستند در از او تماما شواهد میاره، خب یک شاهد در از اونجا با دست چپ نان میخوره، قضیه رد میشه. در زمان حضرت ابوبکر صدیق سیب قضیه رد میشه، چون که چهار شاهد بود، از چهار شاهد یک شاهد به حضور داشت حضرت ابوبکر صدیق با دست چپ نان میخوره. میگه تو که تو به دلیل غیر احترامی دست چپ و راست خود نشناختی، این مسئله هم شناخته نمیتونی، مسئله پس رد میشه که چهار شاهد تکمیل شود. یعنی اون مسئله دقت میکرد. در زمان حضرت علی کرم الله تعالی وجه کسی میاش به این مسئله مثلا چهار شاهد میاش شاهدی خود را میتونه، اما میبینه که او در زیر یک درخت مثلا نقض وضو میکنه، در زیر یک باغ مثلا، پس او رد میشه. این مسائل است که تاریخ ها پر است. میگه تو در چرا در یک باغی که مردم از اون منفعت میبره، باغ میوهی است مثلا، تو در اونجا رفع حاجت میکنی؟ یعنی چون که در شریعت ناروا است این مسئله در راه عام. یعنی او قضیه شهرت رد میشه. یعنی پیشتر که مثل قاضی اشاره کرد، این موضوع چون یک موضوع خیلی مهم است، شرعی سال سنگسار کردن یک نفر یا مثلا شلاق زدن یک نفر ایگه بیادی نیست. و مسلمان با وجود که الله متعال نهایتا تاکید میکنن، رسول الله صلی الله علیه و سلم نهایتا تاکید میکنن که به همین طور یک مسائل اگر شما برو بخورید، شما را پوت بکنید، او را ستر بکنید. اگر شما عیب یک نفر را ستر بکنید، الله متعال ده عیب شما را ستر میکنن. یعنی این مسائل باید به یک دقت کامل که شواهد هم چی خصوصیات خود را داره، محکمان باید خصوصیات خود را 100% داشته باشه، و کسایی که حکم میکنه و کسایی که بالاخره تطبیق میده، کلش باید یعنی الله را مد نظر بگیره و تماما حقایق و دقایقی که برخواسته از این قضیه است که 100% در ثبوت رسیده باشه، این مسئله در نظر بگیره. حالا میگن روز قیامت پرسان نمیکنن عمل والدین کیست، پرسان میکنن عمل چیست، درست است؟ بله بله. و جرم عمل شخصی قلمداد میشه مطابق ماده 26 قانون اساسی افغانستان، میگه پسر نو با بدان بنش از خانواده نبوتش گم شد. اما در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب زمانی که یک نفر از پلیس محلی در یک خانواده وجود داره، یعنی نانآور یک فامیل است، طالبان میان 7 عضو فامیل به شهادت میرسانند. فکر میکنین که چون مشکل با یک طرف بوده 6 نفر دیگر را میای به شهادت میرسانه، این یک نوع انتقام گیری منطقی عدلی یا عقلانی به شمار میاد؟ شما از قانون اساسی اشاره کردین، اما ما آیه قرآن کریم میخوانیم که الله متعال صراحتا میفرماد ولا تزیر وازره وزر اخرى، هیچ کس در روز قیامت بار دیگه کس به دوش نمیبره، یعنی هیچ کس عوض دیگه کس مجرم شناخته نمیشه، نه در دنیا نه در آخرت. یعنی کس عوض دیگه کس نه جزا داده میشه و نه بار دوش و را به دوش میکشونه. صراحتا آیت سریع قرآن عظیم شان است. به این لحاظ که قرآن عظیم شان مؤمن به ماست، خب اول پلیس یا امنیت یا اردو، خب یک جرمی داره در پیش از اونها، خب او جرم شخصی است. خب حالا جرمشان ایست که تامین امنیت کرده، تنفیذ قانون کرده، نگذاشته که راسفگران مکتب تخریب کنه، درمانگار تخریب کنه، پل پلچک از بین ببره، شارا رو ناامن بسازه. به مو دلیل شبانگام میان در منزل پلیس محلی، خودش با چشد به فامیلش به شهادت میرسن که 7 نفر است. خوبی عضو فامیل از چی جرم داشت؟ به ای زن من قتلت، به کدام گناه کشته شدن؟ عضو فامیل به هیچ صورت رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که مجاهدین رو روان میکرد تاکید میکرد که پیر زنا را نکشین، پیر مردا را نکشین، اطفال را نکشین، کسی که در برادر شما صلاح حمل نمیکنه نکشین. از اونا تقاضا بکنین که مثلا کلمه طیبه را بخوانند، اگر کلمه را خواندن، مجرده که کلمه را خواندن، اونا را شما نکشین. خب بله، در این مسائل ما هم بعض وقت میبینیم، اما به اساس آمار تازه سازمان ملل متحد که یونیما به روز 22 فوریه 3 اوت همگانی ساخت، از بیش از 10,392 افغان غیر نظامی که متاسفانه در یک سال گذشته شهید و مجروح شدند، 2/3 مخالفین مسلح حکومت به شمول طالبان انجام دادن، کسایی که شعار تطبیق شریعت سر میتن. مولوی صاحب، خب گرچه اونا رد کردن به هر تقدیر، اما شما میبینین عمله انتحاری که صورت میگیره، مکتبی که ویران میشه، پل پلچک که ویران میشه، بعد مراکز شهرها و ولسوالی ها که با آوان و اسلحه ثقیل پرتاب میشه، نمونه شما در کندوز در یک خانه یک کودک شهید و 6 کودک زخمی شد. این مسئله میخواییم که بگیم، مثلا انتحاری که در شهرهای بزرگ شد، این واقعا خانمانسوز بود. در کابل یا در جاهای دیگری که مثلا مساجد حتی ویران شد، در ننگرهار مسجد زدن در روز در سر نماز، 92 مسجد در 14 سال گذشته هدف عملات راسبگرانه قرار گرفته. این طرف هم کمی دارو بخوریم، همین بمباردمان هایی که خطرناک میشه مثلا سر مردم های بیگناه ملکی، چی از طرف نیروهای خارجی، چی از طرف دولت، یار هم محکوم کردیم، محکوم میکنیم، اینا هم باید محکوم شود. غرض ما در از اینجا است که مردم از دیدگاه شرعی مولوی صاحب گفته میشه کشتن
یک فرد بیگناه معادل کشتن تمام انسان ها، درست است؟ بلکل سر حقا. پس دادگاه صحرایی را کسی که انجام میده، دوباره اگر به بحث اصلی باز بگردیم، طراح دادگاه صحرایی کسی را که به قتل میرسانه میتونیم را قاتل تمام بشریت بنامیم؟ یک کسی که یک نفر بدون گناه میکشه گویا که تمام مردم را کشته باشه، صراحتا آیت شریف است. یک کسی که یک کسی را از مرگ نجات میده، مثل که تمام مردم را از مرگ نجات داده باشه، بالکل چیز. بازم که مسئله دادگاه صحرایی را شما اشاره دادین، ما فقط یک آینه از شریعت ارائه میکنم. او آینه ایست. آن چیزی که مثلا در مطابق دستورات شریعت بود، آن چیزی که مطابق دستورات دین بود و مطابق مثلا دستورات قرآن عظیمشان بود و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم بود، درست است. غیر از او که هر کسی که باشه، طالب باشه، داعش باشه، القاعده باشه، حکومت باشه، هر چه که باشه، او محکوم است، رو ما محکوم میکنیم. سپاس عزیزان بیننده برنامه تحلیل تلویزیون پیکان و شنوندگان ارجمند برنامه تحلیل شبکه رادیو نهاد، ارجمند هستم تا پایان برنامه با ما باشین. پس سگمیان برنامه. تماشاگران گرامی تلویزیون پیکان، عزیزان شنونده شبکه رادیو نهاد، خوش آمدین به ادامه برنامه تحلیل. موضوع امروزی برنامه تحلیل ما راه اندازی دادگاه های صحرایی است. جناب قیس ابسامی، در 18 سال گذشته، مشخصا شما سال 96 و 97 مثال دارین که 6 موارد دادگاه صحرایی در کشور با وقوع پیوسته، در سایه مسئولیت شما البته در 4 ولایت سرپال، جوزجان، فاریا و سمنگان که مسئولیت کمیسیون حقوق بشر زون شمال است. مشخصا پیشینه دادگاه صحرایی در کشور ما به چه زمان باز میگرد، اگر معلومات را در ارتباط با بیننده شریک بسازین؟ آیا در 18 سال گذشته این موارد تکرار شده یا در سالهای اخیر بیشتر رایج شده؟ یک، و در دوره تسلط طالبان چگونه بودی قضیه؟ ما فقط میخوایم مختصر یک روشنی پرتون برای کسایی که بیننده برنامه هستن در مسئله شریعت که جناب مولوی صاحب زیاد سر از او اشاره کردن. در مسئله حدود، ما یک مسئله حدود و قصاص داریم و دیگه جزای تعزیری داریم. در مسئله حدود و قصاص، همونطوری که جناب مولوی صاحب اشاره کردن، ما یک قاعده فقهی داریم، میگه الحدود تندری و به شبهات، حد به اندکترین شبهه ساقط میشه. وقتی یک شاهد به خاطر از اینکه با دست چپ و گفته مولوی صاحب نان خورده رد میشه، آیا این 4 شاهدی که میان حاضر میشن در محاکمه صحرایی، آیا واقعا اینا شهادت صلاحیت شهادت دادن و همو صالح برای شهادت هستن نیستن؟ این خودش قابل سوال است. به او خاطر است مثلا اگر در یک مسئله قتل 10 نفر از ورثه ها میگن که ما قاتل قصاص میکنیم، یک نفرشان میگه ما قصاص نمیکنم، تبدیل میشه به جزای تعزیری. در شریعت ما در پالی جزاهای قصاص و حدود جزای تعزیر داریم که باز میشه که جزای تعزیری برای او آدم داده شود. در مسئله محاکمه صحرایی، متاسفانه در افغانستان در سالهای سال وجود داشته، به شکل بسیار زیادش نه، و شما در گذشته ها هم فیلم هایی را دیدین که ساختن در او زنا را سنگسار کردن. متاسفانه در دوره طالبا موارد زیادش اتفاق افتاد، تا در استادیوم کابل یه حادثه اتفاق افتاد، در ولایات مختلف متاسفانه در ولایت بلخ سیدا سینا استادیوم سلام میکردن که بیاین نفر زیر دیوار میشن. با وجود از اینکه در او زمان مسئله دولتی که طالبا تشکیل داده بودن، در اوج دولت وجود داشت، دولت خود طالبا، و باید در اونموج هم محاکماتش شد، باید شکل محاکمه دولتی را تعیین میکرد که در او زمان هم متاسفانه فکر میکنم کمتر سر از این موضوع توجه میشد. محاکمات صحرایی در افغانستان سابقه قدیمه داره، به این معنا که در زمان گذشته ها هم در بعضی از محلاتی که یک اتفاق افتاده، جرم مخصوصا موضوعات اخلاقی مثل مسئله زنا، در اوج ولو که شاهدات تعدادشان پره بودن نبودن، به چه شکل بودن نبودن، فقط تحت عنوان ای که یک مسئله ناموسی است و یکی از علما را به عنوان قاضی مقرر کردن، باز اینا هم مسئله سنگسار اینا تطبیق کردن. در افغانستان در گوشه گوشه افغانستان در گذشته هم اتفاق افتاده، اما تا
توقع ما همیشه از دولت و مخصوصا دولت فعلی است که هر قدر سایه حاکمیت دولتی را اینا وسیع بسازه، به مو اندازه جلب محاکمات سرایی و خودسرانه و غیر قانونی و فراقانونی جلبش گرفته میشه و هر قدر سایه امنیتی سایه حاکمیت قانون محدود شود، به مو اندازه زمینه برای فرصت طلبها و در عین حال محاکمات سرایی و فراقانونی اضافه میشه. حالا قاضی صاحب، یک بحثی که بعض اوقات مطرح میشه بحث شریعت و قانون گفته میشه که در تقابل با هم قرار میگیرن، این موارد میپذیرن مشخصا قانون اساسی افغانستان، قانون مدنی افغانستان و در ای اواخر کل جزاک شکل گرفته، آیا در تضاد با شریعت حرای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، زیرا که در ماده 3 قانون اساسی افغانستان آمده که هیچ قانون نمیتونه مغایر اعتقادات و شریعت حرای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشه؟ به هیچ عنوان نه، به خاطر از اینکه به همونطور که شما ماده 3 قانون اساسی افغانستان اشاره کردین، در تمام قوانین افغانستان، قوانین اساسی افغانستان که شما مطالعه کنین، آمده هرگاه مواردی از مواد قانون تچ کنه با شریعت اسلام، در اوج قانون ترک میشه و شریعت اسلام تطبیق میشه. خب زمانی که موارد خیلی واضح آمده که اگر قانون تضاد پیدا کرد با شریعت، شریعت اولویت باشه، بله، بله. پس چرا سازگارهای حقوقی کمتر مد نظر گرفته میشه توسط اونایی که خود مدافع دین میپندارن و شعار تطبیق شریعت هم میتن و دادگاه سرایی را اندازی میکنن، که شما و بقیه دوستا اشتراک در بس مفصل برنامه شروع بودن آن روشنی انداختین؟ یکی از موضوعاتی که ما مسلمان ها همیشه دوچار از بودیم، برداشت های مختلف فقهی بوده، برداشت های مختلف متنی بوده که هر کس مطابقی اما برداشت های خودش عمل کرده. در شریعت اسلام وقتی که ما در کشور خودی ما مثال میتیم، چرا ما قانون جزا را داریم یا کود جزا را داریم؟ در شریعت اسلام هم من پیشترم اشاره کردم که ما قاعده فقهی داریم که الحدود و تندری و بشبهات، یعنی حد بندکترین شبهه ساقط میشه. خب وقتی حد ساقط شد چی باید شود؟ باید برای جزای تعزیری داده شود. چون ثابت کردن حدود و ثبوت حدود بسیار مشکل است، مولای صاحب هم اشارات معین و مشخص داشتن، اینجا جای بحثش نیست و الا ما میخواستم مفصلتر صحبت بکنم. شما در مسئله تثبیت جزای حد و قصاص مراحل بسیار مشکل دارین که ثبوت همه اینا و یا با پای اقبال رساندن همه اینا که کار مشکل است. به او خاطر در شریعت اسلام، در دین اسلام، در پالش جزای تعزیری را گرفته. جزای تعزیری یعنی زندانی کردن، جریمه نقدی، محروم ساختن، سلب صلاحیت و سلب یک تعداد از حقوق طبیعیش، اینا جزی این نظمی موارد است که در جزای تعزیری ما برزو میتیم. حتی شما وقتی در قانون مدنی افغانستان مراجعه میکنین، در او جمع وقتی شما برمیخورین به یک مشکلی که قانون را پیدا نمیتونه برای حل از او، در او صورت شما را گفته که مراجعه بکنین به فقه، به فقه حنفی مراجعه بکنین، در اوج باز ما فتاوای قاضی و امثال از اینا را داریم، در اونا مراجعه بکنین، از روی از او مشکل حل بکنین. باز هم ما رجوع میکنیم به مجلد الاحکام، مراجعه میکنیم به فتاوای علمای دینی و اهل مذهب، در اوج به اساس از اونا فیصله صورت میگیره. یعنی دروازه بسته نیست، اما در ثبوت مسئله حد و قصاص مراحلش خیلی سخت است و خیلی سنگین است و حتی خود حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله فرصت‌های را مساعد ساخته. داستان مائزه جناب مولوی صاحب اشاره کردن که او در داستان خیلی مفصل است و از جمله احادیث احکام شریعت اسلام است که ما در دین اسلام 500 و 3000 حدیث احکام داریم، یک شمامی داستان مائزه است. اینا وقتی مراحلش از حضرت پیامبر پرسان میکنه، حضرت پیامبر میگه که من میفهمم که مائزه همین کارا کرده، ولی به خاطر اینکه فرصت برش بتیم که یک بار بگه که نه و یا امثال از یکان چی دیگه بکنه، شک وارد بکنه که اما حدود به شبهه رفع شده و به عوض جزای تعزیری داده شده. پس دین مقدس اسلام عامی تطبیق عدالت و محافظ رعایت عدالت باشه؟ یقین، به یقین، به مخاطر است. ما در دین ما مسئله میزان و ترازوره داریم، با مسئله عدالت داریم، قسم خوردن به عدالت داریم، خداوند خودش عادل است و در روز قیامت ما باور داریم در او روز محاکمه خداوند است و او محاکمه به اساس معیار عدالت است. شکر. بانو بیدی، من حیث یک دانش آموخته و دستن در کار حوزه حقوق، پیامتان مکنون به کسی که ممکن است در ولسوالی ها به فکر راه اندازی دادگاه صحرایی باشه چیست؟ همه است که جلوگیری شوه از چنین محاکمه صحرایی
حالا این پیشنهادتان به حکومت است که جلوگیری کنه. مشخصا کسی که امی ذهنیت در سر میپرورانه که گویا فرد را گیر کرده که کدام مشکل داره و فردا او را میخواید چون پنجشنبه ها روز بازار است او را میخواید در بازار به دادگاه بکشن و دادگاه سرایی کنه. در ولسوالی های گوناگون کشور ولسوالی خاص را نام نمیگیریم. مشخصا پیام شما به او چیز چی خطاب برش داره؟ مشخصا پیام ای است که مفکوره را از سر خود دور بکنن چون ما از خود قوانین مشخص داریم و محاکم داریم، ادارات عدلیه و قضایی داریم دیگه، بگذارن چون اینا کسایی نیستن که همیشه از این روند پیگیری بکنن و هیره تطبیق بکنن. مردم صدای خود باید بکشه در این مورد و پیام ای است که این کار خود را استاپ بکنن، یعنی متوقف بکنن و بتونن بارن بگذارن که می حاکمیت قانون و ارزش های شریعت تطبیق شود. تطبیق شود، بله. سپاس مولای صاحب، شما میخوایم داشته باشیم پیامتان به کسی که با توجه به مثال های بیشمار که در لابلای بس شد اما هنوز هم به قول معروف سر خر شیطان سوار است و میخواهد دادگاه سرایی را اندازی کنه، پیام شما به او چیست؟ تشکر. دو پیام دارم صاحب. پیام اولی ما در دولت است، پیام دوم به اون مردمایی که مورد نظر شما است. در دولت پیام است که فساد کم بکنند، خصوصا بخش سرانوالی قضا و محاکم فساد بیخی بیاندازه است، مردم بیخی متنفر است از قضا و محاکمی که در سر تا سر افغانستان است. یعنی محاکم و سرانوالی ما هم به راه درست، اما اگر فساد اشتباه بپنداریم که فساد جرم است، درست است؟ جواب جرم خونه میشه با جرم داد که زمانی که دستگاه عدلی و قضایی مشکل داره رشوه میخوره ما دادگاه سرایی را اندازی میکنیم. فکر نمیکنید اینم توجیه است؟ غرض من در این جاست که شما در رسانه ها شنیدین مردم هم مستقیما با ما و تماس هستند. همین حالا مردم اکثریتا به بحث های حقوقی و دعوای حقوقشون مراجعه میکنن به اون مردم، چون که اونا در زیر درخت میشنن در یک مسئله ای که اونا در دو سال فیصله نمیکنن اونا در دو ساعت فیصله میکنن. این طریقه قصاص به خاطر اما شما فرمودین که از لحاظ ارزش های شرعی مناسب نیست این مورد. خب مناسب نیست، باید ما به مو دلیلی که پیشتر در زوال برنامه تا ما گفتم که تمام مسائل باید به شکل درست انجام شود و به ثبوت رسانده شود. پایان دویمه با اون مردم این است که دل بسوزانند به این ملت خود، به مردم خود، به مسلمان و به اهل اسلام. بسیار کشته شدیم، 40 سال است که ما همه روز کشته میشیم. نگه گاهی خواسته، گاهی نخواسته، گاهی به یک عنوان، گاهی به دیگه عنوان، گاهی به یک نام، با گاهی به دیگه نام. همین کشتار دیگه بس کنن به لحاظ خدا، لحاظ خدا و رسول خدا را ما به جانبین بلکه به چند جانب داعش و القاعده و کلشون پیشکش میکنم که نکشن این ملت مظلوم دیگه، به حال مردم مظلوم برحمن و لطفا برحمن. فقط این حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم را در نظر بگیرند که میفرماد که لزوار دنیا احون عند الله من قتل رجل مسلمین. دور کردن دنیا به تمامی ها به نزد الله مطابق سر آسان تر است که یک نفر مسلمان کشته شود. یعنی کشتن یک نفر مسلمان به هر نامی که باشه بدون موجب شرعی بس یک جرم خیلی خطرناک است. پیام به این است که مسلمان کشی بس. آنان که دادگاه سرایی را اندازی میکنن باید این عمل توقف بدن. دادگاه سرایی باید توقف شود. دادگاه سرایی که بدون ثبوت میباشه، بدون شواهد است، بدون مدارک است، بدون آنچه که شریعت ما و قرآن و سنت ما به ما میگه، بدون در نظر داشته همچون مسائل است، 100% توقف بدن. سپاس. عزیزان بیننده برنامه تحلیل تلویزیون پیکان و شنوندگان خوب شبکه رادیو نهاد، فشرده بحث امروزی در آنجا که احکام قوانین نافذه در تضاد با شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم باشد اولویت به شریعت داده شود. قانون اساسی، قانون مدنی، کد جزا و سایر قوانین نافذه که در قلمرو دولت جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق است برگرفته از اساسات شرعی و فرموده های دین مقدس اسلام و سایر منابعی است که مبتنی بر آن در نظام های اسلامی زندگی تنظیم می شود. دادگاه سرایی توجیه شرعی، عقلانی، حقوقی و انسانی ندارد. این بود برنامه تحلیل. با سپاس از میهمانان گرامی تا درود دیگر. بدرود.